سلام همگی، خوش اومدید به این قسمت پرشن رپ ریاکشن. امروز آخرین ترک از آلبوم قیچی رو میخوایم بریم، این قسمت رو از دست ندید، برو بریم. سلام، روحام هستم. سلام، سهراب هستم. سلام به همه تون، دستم روی یقتون رفقا. امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه، خیلی دوستتون داریم، جاتون تو قلب ماست. امروز با آلبوم قیچی اینجا این آخرین ترک از آلبوم قیچی. اگه وقت ندارید ما رو ببینید، سیو کنید بعدا ببینید. این قابلیت هم توی اینستا هست هم توی یوتیوب. چی شده؟ مرزشایی؟ دور میزنم ببینم چه خبر. آه، فکر کنم من مرزشایی پشت. آره نه، خیلی خب. آقا امروز با آخرین ترک از آلبوم قیچی اینجاییم. 4 دقیقه از بامداد عزیز، از بامداد البته امروز داریم میگیم، فکر کنم همه همین امروز بیاد چیزی که هست. آره، به نام نیکو. اگه نه نیکو او قیچیه. آه، ترک قیچی نیکو. نیکو پرودوس کرده کار، پرودوس کرده پرودوسر. بریم که داشته باشیم. 4 دقیقه و 4 ثانیه اسم ترک، اسم آلبومه. 4 و 4 هم گذاشت و داستانهای گوناگون. بریم یا نه؟ بریم جیگر. میخوای نریم؟ چلو بریم. خب بریم. اوشی، یاد فیلم های قدیمی چینی میفتم. دقیقا خیلی قدیمی رو هوا بودن. اوه اوه اوه، چه سوزی هم داره. بازیم پا بازی کن ببین، این که گاف میدی قاعد از شبگرد و شاکین، از این که بیمرامن در دیوار آتیشم ندارن بگن دود تو به مکت. بازی کن دیالا ده وقت من تلاس رنگ خون خف خونت میگه ترس تبلاسی نسجی که خوشبختی تو دستتم بلاس، وقتی دست برسه به دهن پای من خلاص. تو آسم وقتی دست برسه به دم پای من خلاص. یعنی از دویدن همینجا میگه زهرا سگا رو جا کن. سری سری، نه احمقم، سر چیزی زر میزن، جر میدن خودشونو، من پا نمیده بهشون. نه ندید نمال صدات نر بیان میشنم اینتون. خب چی بود اصلا؟ دست من از دست من برسه به دست برسه به دهن پای من خلاص. فکر کنم منظورش این قضیه است که دستم اگه به دهنم میرسید که پای من مجبور نبود بدو یک سر دنباله. شاید. خیلی قشنگ گفتی، نه جدی میگم. فکر من داشتم فکر میکردم به این موضوع که چرا اینو گفته. پس یه تیکه عقب میکشیم. بچه شما هم نظراتتون بگید، بگی چون اصلا یه چیز دیگه باشه، شاید هم درست بگیم. نظرتون بگید. چرا منظور از خلاص خلا توالته؟ پام تو تصویر. خلا توالته این چه؟ تهرانی ها به توالت میگن خلا دیگه. قدیمی ها دست برسه به دهن پای من خلاص. تو آسمونو بزنم پر از پرده بدرم، تا اون روز چوب تنم میسازم تبرم. تو زندم و جنگ زنده موندنی ناممکنه، تموم عمرم آماده شدم واسه این فاقه. اصلا انگار زنده موندن ناممکنه، همه آماده شدن برای این واقعه. افکتی که کل ترک داره، یا اسلو موشن کرده یه چیز فست رو که اینجوری اینجوری شده، خب، یا خیلی ویبراتور خورده. من اسم میگم نه ویبراتورش زیاد میتونه اسلومو هم شده باشه. پن ویبراتور با همه چپ و راست میزنه، انگار دو لاین وکاله. اسلومو هم شده باشه میشه. اسلومو حالا نمی کنه،
کندش نمیخوام. شاید مثلا گفت آقا من تون میخونم، مثلا شاید نمیدونم. ولی اگه خودش خونده که رایم قشنگه، این خیلی سخته در آوردنش. چرا همیشه حرف آخر حرف قیچیه؟ چون زبونو میبره کاغذ و لال میکنه، ولی جبر مشت هم نشین. بازی بلدی چرا همیشه حرف آخر حرف قیچیه؟ چون زبونو میبره کاغذ و لال میکنه، ولی جبر مشت هم نشین. سر کاغذ قیچی که برندست چه کاره ایونا که تفریح این خوی درندست. حالا یه سلول میخوای که مقصر ادب شه، این چرخه میچرخه چرا حالت عوض شه؟ ولی خب من کشف کردم گذشته آب از سر به همین درنگی از چند و چرخ دنیا وابستم. اگه پولدار بودم شاید بیگفین و رانندم. افکار مزخرف اشتباهات مکرر، شاید بپرسید سنگ کیه؟ سنگ من احمقم که پیتزا میخورم و بلند صدای قهقه هم تو لیست خوراک گوشه. تو ستای اولم نصف زده، من اهل درختکاری توی دفترم. کلماتم تو قبرستون واسه تو شعر میخونن، واسه زندای خوشرف ها مثل زر میمونن. پلاک به گردنم همیشه همین بوده دقدقم، که وقتی وقت من تموم شه کیا میان بدرقم. نمیشه چیزی گفت. نه نمیشه چیزی گفت، به خاطر اینکه من با انرژی شروع کردم ریاکشنو. مثل یک سیاه چاله این ترک تا الان انرژی منو گرفت. یعنی یه چیزایی گفته اینو، حالا اینکه ریاکشن وسطش پاز داره. خب زمانی اون حس بهتون انتقال پیدا میکنه که از اول تا آخرش با دقت یا با هنسفیری یا توی اتاق تنها گوش کنید اینا، چون حقیقت رو پشت سر هم میزنه تو صورتت و یه چیزایی میگه دیوونت میکنه. خالی کرده اصلا انرژی من. بعد داستان سنگ کاغذ قیچی هم یه روز میشه نوبتمه، انگار مثلا میمیریه. میدونی چی میگم؟ من چی برداشت کردم؟ من کلیله برداشت کردم. خب یه چی؟ تشبیه سنگ کاغذ قیچی؟ تشبیه. یه سری آدم ها سنگ هن، یه سری آدم ها کاغذ هن، یه سری آدم ها قیچی هن. آره خب گفت سنگ منم که. یه سری ها کاغذ هن که قیچی اینا رو میبره و میگه آقا این حرفایی که داری میزنی فلان رو اصلاح میکنه قضیه رو. یعنی یه سری ها قیچی هن که سنگ اینا رو میشکنه، که میگه من سنگم، من میتونم قیچی ها رو بشکنم. آفرین. ولی انگار داستان باور و ایناست. همینو میخوام بگم. ببین آدم ها رو به دوتا چیز تشبیه کرد، سه تا چیز نه، دوتا چیز تشبیه کرد، کاغذ و سنگ. سنگ قیچی هست که سعی میکنه اصلاح کنه و این داستان ها. حالا کار نهیم قیچی ها کیا میتونن باشن. قیچی هست و این داستان ها و میگه که قیچی همش این کار رو کرد با هر کاغذی که حرف زد و این داستان ها. من خودم تو کاغذام این ریاکشن احتمالا خیلی طولانی میشه، چون نصف ترکیم تازه، کلی هم الان توضیح باید بدم تا متوجه شیم چیه. کاغذهای خودم درخت میکارم. کاغذها خودشون یک تیکه کوچیکی از درختن. با کلماتش درخت چقدر از سود داره. درخت میکاره که این درخت ها بعدا رشد میکنم و بگو من خودم سنگم، ولی من احمق سنگم خب، که نشستم اینجا دارم پیتزا میخورم و به یه سری مشکلاتی که پیش میاد دارم میخندم. بلند صدا و بلند یه میخندم، همین دیدی از هر چیزی جوک میسازم فلان میکنم و سکوت کردم، نمیدونم من چه قدرتی دارم. کاملا تشبیه میگه نمیدونم من چه قدرتی دارم. احتمالا آخرای ترک تازه میفهمم او من سنگم، من میتونم تاثیر بذارم رو دنیای خودم. میتونم قیچی ها رو بشکنم. آره میتونم قیچی، شاید اصلاح کننده نباشه، شاید برنده باشه.
گفت دیگه، گفت همه زبونا رو میبره قیچی و این داستانا. سنگ میتونه قیچی رو بشکنه این، و نقطه ضعف خیلی زیبا، خیلی عمیقه، خیلی زیبا داره میگه. من پرام تو همین الان ریخته دارم صحبت میکنم. خب یه نکته دیگه بهت بگم، فقط سنگ و کاغذ حریف هم میشن. یعنی سنگه میتونه قیچی ها رو چیز کنه، جز اینکه کاغذ جلوشو بگیره، کاغذ بیاد اینو مشاله کنه بندازه دور. همون دوتایی که باید پشت هم باشن، مثال تو این مثالش، حالا کار نهیم چیه داستان. خیلی زیبا بود، من تک تک پرام ریخته. این ویدیو هر چقدر تایمش بالا بره من نکته رو از دست نمیدم. برو بری، چون واقعا قشنگ داره. چرا همیشه حرف آخر حرف قیچیه؟ چون زبون رو میبره، کاغذ رو لال میکنه، ولی جبر مشت هم نشینه. چرا همیشه حرف آخر حرف قیچیه؟ چون زبون رو میبره، کاغذ رو لال میکنه، ولی جبر مشت هم نشینه. سنگ کاغذ قیچی تو دستام رب فاس مثل سلاح سبک که کلی گلوله توف میکنه به داه زبون. رقص مسلسل دستم میگه گور آتش بس و کندم بی اراده سرمستم بدون سبو. بگو از همه یه بازیگر و جدا تر منم، کیف من از اینه که بازیشون رو به هم زدم. و دست من تمنا کردن در بیاره، نشد این قیچی رب کن میباره. پبیدار شکان یه جوره نیست سودی توش، دومه تو تکون نده هر چقدر تمرین میکنین بازم بازیتون بده. به بیراه اینه. خوب بود، دمت گرم. چقدر این ترک خوبه، این قیچی فقط رپ کن از اون ترک هایی که تو بخوای هد بزنی، هد بزنی، حال کنی نیست. ولی قرار نیست رپ فقط این باشه یا فقط این باشه. خب رپ قشنگیش به نظر من اینه که همه ابعاد یه خط فکری های مختلفی رو میتونه داشته باشه. خب بعد خیلی جالب قیچی میگه، این قیچی قیچیه که رپ کن میبره. خب بعد در ادامه گفتش که هم انسان هان، گفتم سنگ ها، هنرمندان، رپ کنا، کسایی که حرف رسانه ای دارن، رسالتی دارن، میدونی رسالتی دارن. و قیچی هم کار نداریم. و اینکه برو ادامه شو بریم. دم تو تکون نده دم تکون دادن، چاپلوسی سگا رو میگن دم تکون میدن برف. بعد تمرین میکنین بازم بازیتون بله. راه فراری نیست، راه نره، هر چقدر خر عوض کنید که بازم بارتون کرد. پالون حرفت از عمرت که میگه چزک. میگه هر چقدر هم خر عوض کنید باز بارتون کجه. بار کج مثلا مشکل از خر نیست، مشکل از شماست که بارتون کجه. سکم تره میدم که صداقته، تو بگو رسالت بله، به تجارت خوشگله تو هرچی شاشیدم کمه، خودم رو روندم از این دازی، این جسارت همه بامداد. چرا همیشه حرف آخر حرف قیچیه؟ چون زبونو میبره، کاغذ و لال میکنه، ولی جبر مشت هم نشینه. بازی بلدی. تم کل آلبوم این بود که یه سری صداها از فیلم، از فلان و اینا توی کارسش استفاده کنه. چه ایده جدیدی بود و چه ایده کشنده ایه. یعنی وقتی این داره با اون صداش میخونه، بچه ها دارم میگن، بعد بچه ها، یعنی آی اصلا نمیتونم چجوری با توصیفش کنم، نمیدونم چجوری با تعریفش بعد کنم. بعد میدونه یه چیز جالب دیگه چیه، نکته جالب دیگه چیه، اینکه سنگ از زندگی و بچگی بهت یاد میدن زندگی و بزرگ. ما هنوز نفهمیده بودیم که سنگ از قیچی میتونه یک مصداق بارز از یک، اصلا یه جور دیگه بخوام بگم، این یه بحثش بلش کن نمیخوایم. ولی سنگ کاغذ قیچی رو گفته، تشبیهاشو کرده،
بعد با صدای بچه گفته سنگ کاغذ قیچی، یعنی ما همون بچه ایم تو این بازی سنگ کاغذ قیچی. خدایی بریم هنوز بریم دقیقا. چرا همیشه حرف آخر حرف قیچیه؟ چون زبونو میبره کاغذ و لال میکنه، ولی جبر مشت هم نشینه سنگ کاغذ قیچی. جبر مشت هم نشینه، مشت که میدونی همون سنگه. جبر جبر مشت هم نشینه، جبر مشت هم نشینه. چیه چون زبونو میبره کاغذ و لال میکنه، ولی جبر مشت هم نشینه سنگ. جبر مشت هم نشینه این که آها، این که قیچی زبونا رو میبره کاغذ و لال میکنه، جبر مشت هم نشینه از چیزه داره در میره، از سنگه داره در میره که سنگه بهش نخوره. برو دیدی همون چیزی که گفتم، باید با کاغذش سنگا رو بگیره، یعنی باز این سنگه هم بخواد اون قیچیه رو دنبال کنه، این کاغذه میاد سنگه رو میگیره. چه تاکید داره؟ تک تک فرام میخوام به صورت رسمی و درست ببینم کیا هستن. ببخشید اون سراب آقا ترک خفنی بود. خب شاید الان مارکت دست اونایی باشه که دارن پولای خوب میگیرن، به سلیقه مردم کار میدن، تو دانسن، به قول بچه ها گفتنی تو هاشیان، خوب اسپانسر میگیرن، خوب میفروشن، خوب فالوور میگیرن، دیده میشن، شهرت دارن. شاید الان همه چی برای اونا باشه، اما آینده برای بچه های زیرزمینیه که دارن مثل یک قطره‌ای که به سنگ میخوره آروم آروم دارن تأثیرشون رو میذارن روی مغزها. یه جورایی آینده برای ایناست، شاید الان براشون نباشه، شنونده زیادی نداشته باشن، تو چش نباشن، رپ این همه بود. هو میکنن اینا رو برین فلان. آره رپ این بود، رپ این بود از اول. نمیگم با فقط این باشه، خود توپاک تو مصاحبهش میگه من نمیتونم دنیا رو تغییر بدم، اما ذهنهایی میسازم که دنیا رو تغییر بدن. اینا دارن ذهنها رو آماده میکنن برای تغییر. وای پشمام ریخ. آقا بامداد به پایان آلبومت رسیدیم، دمت گرم داداش، دمت خسته نباشی واقعا، از همین جا میگم واقعا دمت گرم، دمت گرم، خسته نباشی. بچه ها تا میتونیم بامداد رو منشن کنیم، خب میخوام این تشکر ما به گوشش برسه. خب حتما این کارو. و یه مورد دیگه، ما آلبومتو خریدیم و رفقا بچه هایی که میتونن از آرتیست ها حمایت کنن، مخصوصا آرتیست هایی مثل بچه های زیرزمین که زیر نظر لیبلی نمیرن، مثل مثلا رادیو جوان، رسانه‌ای نمیرن، مثل رپ فارسی و اینا نمیرن، به خاطر اینکه حالا به خاطر باورهایی که دارن، به خاطر دیدگاهی که دارن مستقل کار میکنن. آلبوماشون رو بخرید، ترکاشون رو بخرید، حمایت کنید ازشون. تو اسپاتیفای اگه میذارن گوش کنید. خب از همه من جا داره تشکر کنم، واقعا به نظر خودم، من اینو میبینم در خودم که باید این کار کنم، آهنگسازا، یارا ماهور، مافوق، نکو، تک آخر نکو، میکس و مستر رو ضبطم که یارا. با یارا، بعد عکاس و طراح جلدم که پیام یارایی، و طراح دفترچه اشعارم سواد، و ناشرم پلاک. خب دمتون گرم همگی، دمتون گرم. همچین مجموعه خفنی ساختیم، با اینکه ای پی بود ولی تاثیرگذار بود، فوق العاده. من فکرشو نمی‌کردم یه روز یه ای پی انقدر تاثیرگذار بود، انقدر حال من، یعنی به من حس خوب، یه قصه رو قشنگ تو چهار تا ترک، چهارمین ترک پانچ قضیه بود، چهارمیش پانچ بود قشنگ زد بهت، گفت حالا برو، حالا ما حرفمو زدم، برو تو برو ببینم چیکار می‌کنی، سنگ می‌شی کاغذ می‌شی یا قیچی.
خیلی خوب، امیدواریم که از این قسمت خوشتون اومده باشه، امیدواریم که از سر خوشتون اومده باشه، حتما از آرتیست حمایت کنید. آدرس دو تا پیجمون این پایین هست، اگه از یوتیوب اونا شو شید سر به اینستاگرامم بزنید، اگه از اینستاگرامم اونا شو شید سر به یوتیوبم بزنید، سابسکرایب و فالو فراموش نشه، بعد فراموش نشه بعد از سابسکرایب حتما یه کامنت انگلیسی بذارید که سابسکرایبتون ثبت بشه نپره. و اینکه بچه‌ها ببخشید اگه ریاکشن طولانی شد، واقعا مفهومی بود، واقعا نیاز به توضیح داشت، ما نمیتونیم فقط بشینیم همینجوری گوش کنیم خیلی دوستتون داریم، جاتون تو قلب ما. سا درود دیگر، عشقین.